یه چیزی توی زندگی هست که دیگه نمیتونیم به دستش بیاریم و اون چیزی نیست جز زمان بعد از سپری شدن پس خیلی مراقب باشید که از زمانتون دارید چطوری استفاده میکنید و صرف چه کاریش میکنید یه جوری از زمانتون استفاده کنید که یک سال بعد حسرت اینو نخورید که بگید کاش یک سال برگردم به عقب. سلام عزیزای دلم من میلاد بهرامی با یک جلسه آموزشی دیگه از دوره HTML CSS در خدمتتون هستم امیدوارم حالتون فوق العاده عالی و درجه یک باشه و سرشار از انرژی مثبت باشین توی این جلسه میخوام چهار تا دیگه از پراپرتی هایی که مربوط به متن ها هست توی CSS رو با همدیگه بررسی کنیم میام اینجا یه دونه تگ پی میسازم بچه ها اگه بنویسید لورم و کلید تب فشار بدید و البته در صورتی که پلاگین ایمت نصب باشه روی نرم افزار برکتتون و کلید تب رو اگر فشار بدیم میبینید به اندازه یک پاراگراف متن لورم واسمون تولید میشه حالا اگه بنویسیم لورم ضرب در یک عددی مثلا لورم ضرب در دو و کلید تب رو بزنیم ببینید از اینجا شروع شده لورم تا اینجا انداختتش توی یک تگ اسپن و یک بار دیگه دقیقا همین متن رو تکرار کرده پس به اندازه اون عددی که جلوش می نویسیم این متن لورم تکرار میشه ببینید مثلا بنویسم لورم زب در پنج و کلید تب رو بزنم پنج بار این قسمت واسمون تکرار شده و پنج بار اون متن لورم رو واسمون نوشته حالا اگر بخوایم به اندازه یک تعداد کلمه خاصی متن داشته باشیم می نویسیم لورم مثلا سه خب دیگه ضرب رو نمی نویسیم حالا اگه کلید تب رو بزنم سه کلمه واسم تولید می ببینید لورم ایپسوم دالر سه کلمه تولید کرده خب حالا یه کار دیگه کنیم بنویسم لورم ده مثلا ده کلمه واسم تولید می اگر ضرب بذاریم جمله لورم رو به تعداد اون عددی که جلوی ضرب میذاریم واسم همون تکرار میکنه اگه ضرب نذاریم بعد از لره مستقیما یه عدد بذاریم به اندازه اون عدد کلمه واسمون تولید میکنه خب حالا فرض کنید من میخوام اینجا به اندازه یک پاراگراف متن داشته باشم خب لورم رو میزنم و تب رو فشار میدم اولین ویژگی که میخوایم بررسی کنیم ویژگی هست به اسم تکس ایندنت اول اینجا میام تگ پی رو انتخاب میکنم و مینویسم تکس خط تیر ایندنت بچه ها تکس که یعنی متن ایندنت هم یکی از معانیش میشه تو رفتگی. خب این ویژگی کارش چیه مثلا می نویسم 20 پیکسل حتما توی روزنامه ها توی کتاب ها مجله ها دیدین وقتی یک پاراگراف میخواد شروع بشه اولین لاین پاراگراف اولین خط پاراگراف یه مقداری تو رفتگی داره هم توی متون فارسی هم متون انگلیسی میتونه این وجود داشته باشه خب با استفاده از این تکس ایندنت اینو داریم مشخصش میکنیم کنترلش میکنیم حالا این 20 من بیشتر کنم بگم سی پیکسل ببینید لاین اول سی پیکسل تو واسش ایجاد شده کمترش کنیم 10 پیکسل اینجوری میشه بیشترش کنیم 50 پیکسل به اندازه 50 پیکسل تو اینجا ایجاد شده خب این شد ویژگی تکس ایندنت که باهاش تو رو کنترل میکنیم تو خط اول پاراگراف ها. مثلا اگه من اینو اینجا کپی کنم دو بار سه بار داشته باشیمش میبینید اول هر پاراگراف این تو رفتگی ایجاد شده خب بریم ویژگی بعدی رو بررسی کنیم که اسمش هست letter spacing اولا اینو کمی کمترش کنم اصلا یه متن دیگه می نویسم میلاد بهرامی خب ویژگی بعدی اسمش letter spacing هست letter خط تیره spacing لتر و چا به چی میگن؟ ما به یک کلمه توی انگلیسی میگیم ورد الان کلمه میلاد کلمه بهرامی اول یه فونت سایزی به این بدم که بزرگتر بشه بهتر ببینیمش مثلا میگم فونت سایزش چهل پیکسله خب ببینید الان میلاد یک ورده یک کلمه است بهرامی یک کلمه است اما هر کدوم از این حرفها یک لتر هستن یک حرف هستن M I L A D B A H R A M I تا آخر اینا هر کدومش یک لتره یک کلمه هست خب اسپیس هم که یعنی فضا معنی اسپیس میشه فضا در اصل این لتر اسپیسینگ این ویژگی لتر اسپیسینگ فضای سفید بین این حروف رو مشخص میکنه مثلا اگه بگم ده پیکسل ببینید به اندازه ده پیکسل بین هر کدوم از این حرفها یک فضا ایجاد شده بگم مثلا 20 پیکسل خب شد 200 پیکسل بگم 20 پیکسل 20 پیکسل ایجاد میشه میتونید اینو باهاش بازی کنید با این عدد کم و زیادش کنید تاثیرش رو ببینید مثلا بگم 21 22 25 میبینید که این فضایی بین حروف بین لترها داره بیشتر میشه توی متن‌های فارسی چطور هستش من این میلاد بهرامی رو بیام به زبان فارسی بنویسمش خب می‌بینی توی متن‌های فارسی خیلی جالب نمیشه و این بریدگی که ایجاد میشه چرا چون متنهای فارسی یه جاهایی به همدیگه متصل هستن ولی توی متنهای انگلیسی کلمات جدا هستن از هم پس توی متنهای فارسی خیلی استفاده جالبی نمیشه ازش کرد خب این هم شد letter spacing ویژگی بعدی word spacing هست می نویسیم خط تیره spacing خب این چی کار میکنه از اسمش هم مشخصه ورد یعنی کلمه اسپیس هم که یعنی فضا فاصله بین کلمات رو مشخص میکنه یعنی این فاصله رو ببینید letter spacing فاصله بین حروف رو مشخص میکرد word spacing فاصله بین کلمات رو مشخص میکنه مثلا اگه بگم 10 پیکسل خب میبینید 10 پیکسل فاصله ایجاد شد بگم 20 پیکسل 20 پیکسل میشه بگم سی پیکسل بیشتر میشه 40 پیکسل 50 60 70 80 90 و با استفاده از وورد اسپیسینگ هم میتونیم فاصله بین کلمات رو کنترل کنیم من این متن رو بیشترش کنم دوباره این میلاد بهرامی رو یه بار دیگه بنویسمش میبینید بین هر کدوم از کلمات الان 90 پیکسل فضای سفید وجود داره فضای خالی وجود داره اینم ویژگی وورد اسپیسینگ مقدار بعدی که میخوایم بررسیش کنیم اول بیام اینجا یه دونه متن بنویسم یه متن لورم می نویسم. خب یک پاراگراف تولید کردم این فون سایز رو هم بکنیمش سی پیکسل یه مقدار کوچیک بشه بچه ها ببینید الان بین این خط با خط پایینی دوباره با خط پایینیش بین خطوط یک فاصله ای وجود داره دیگه اینو چطور میتونیم کنترل کنیم با استفاده از یه ویژگی به اسم لاین هایت لاین که یعنی خط هایت هم یعنی ارتفاع ارتفاع این خطوط پاراگرافمون رو میتونیم کنترل کنیم حالا اینجا میتونیم مقادیر مختلفی بدیم میتونیم بر حسب پیکسل عدد بدیم مثلا بگیم 20 پیکسل خب میبینید یه مقداری تو رفته تر شدن حالا اینو میتونیم بیشترش کنیم 30 پیکسل 40 پیکسل 50 پیکسل 60 پیکسل 70 پیکسل 90 پیکسل میبینید فاصله بین خطوط یک پاراگراف رو میتونیم باش کنترل کنیم میتونیم اینجا به جای این واحد های پیکسل و حالا بقیه واحد هایی که توی CSS استفاده میشه و هنوز در موردش توضیح ندادم میتونیم از یک عدد استفاده کنیم یک عدد بدون واحد مثلا میگم یک خب میبینید این مقدار میشه میگم دو بیشتر میشه میگم سه بیشتر میشه میگم چهار بیشتر میشه در مورد اینکه حالا تفاوت اینکه از واحدی مثل پیکسل استفاده کنیم یا از یک عدد بدون واحد استفاده کنیم فعلا چیزی نمیگم میتونید به عنوان یک تمرین برید در موردش جستجو کنید ببینید چه تفاوتی داره اینجا میتونه مقادیر دیگه هم باشه مثلا میتونه درصد باشه بگیم مثلا 50 درصد ببینید تو هم تو هم شدن فاصله خیلی کم شد میتونیم بگیم 100 درصد اینجوری میشه بگم مثلا 150 درصد 160 درصد 170 180 بازم میگم در مورد تفاوت اینکه از یک واحد استفاده کنیم از درصد استفاده کنیم یا از یک عدد بدون واحد استفاده کنیم فعلا توضیح نمیدم به عنوان تمرین میسپارم به خودتون اما توی جلسات بعدی مفصل میگم که تفاوتشون چی هست و بهتر هست که از کدومش استفاده کنیم اینم ویژگی لاین هایت اما ویژگی بعدی که میخوام بررسی کنم اسمش هست وایت spacing خب اول بیایم به این تگ پاراگرافمون یه عرض مشخص بدیم خب مثلا میگم تو عرضت باشه 250 پیکسل و یه بردر هم بهش بدیم که بهتر ببینمش میگم یه بردر یک پیکسل سالید رد داشته باش خب دقت کنید چه اتفاقی میفته کلمات وقتی به این انتها میرسن خب گفتیم عرض این پاراگرافمون 250 پیکسل باشه خب وقتی کلمات دیگه جاشون نیست که توی این محدوده ی ای عرض قرار بگیرن به صورت اتوماتیک شکسته میشه مت میفته توی لاین بعدی و همینطور الا آخر این داره اتوماتیک انجام میشه حالا یه ویژگی داریم به اسم وایت اسپیس خب یه ویژگی داریم به اسم وایت اسپیس که یه سری مقادیر داره اینجا که من دو تاش که مهم هست و واسه بررسی میکنم مقدار پیشفرزش روی حالت نرمال هست یعنی چه اینو بنویسیم چه ننویسیم تأثیر نداره یعنی وقتی این وایت اسپیس نرمال رو ننویسیمش دقیقا همین اتفاق میافته یعنی کلمات وقتی به این انتهای محدوده 250 پیکسلیمون میرسن شکسته میشن میفتن توی لاین بعدی حالا اگه به جای این نرمال ما بنویسیم چی؟ بنویسیم نو no رپ چه اتفاقی میفته؟ ببینید از اون محدوده 250 پیکسلی میزنه بیرون متنمون و میبینید که یک اسکرول افقی ایجاد میشه واسمون خب حالا این نورپ no معنیش چی میشه اول میام معنی کلمه رپ رو واسه بررسی کنم معنی کلمه رپ خب میشه بسته بندی کردن خب پیچیدن داره میگه متنمون توی این عرض 250 پیکسلی بسته بندی بشه خارج از این بسته قرار نگیره اما اگه مقدار نو رپ قرار بدیم داره میگه نو رپ رپ نشه بسته بندی نشه و میبینید که از اون محدودش بیرون میزنه خب این هم دو تا از مقادیر مهم ویژگی وایت اسپیس که مقدار پیشفرزش نرمال هست و مقدار نورپ رو هم که کاربردش رو اینجا دیدین بچه ها تعداد ویژگی ها تعداد پراپرتی هایی که توی CSS وجود داره خیلی زیاد هست و واقعا اگه بخوام تمام پراپرتی ها رو با جزئیات بررسی کنم تون این دوره تا ده سال دیگه هم به اتمام نمیرسه اما اینو مطمئن باشین که ویژگی های مهمی که توی پروژه ها کاربرد زیادی داره رو حتما با تمام جزئیات تون بررسی میکنم قبلا هم یک بار بهتون گفتم یه بار دیگه هم میگم واسه کسایی که ممکن هست جلسات قبلی رو ندیده باشن شما میتونید بیاید اینجا توی وبسایت w3 schools خب آدرسش رو می‌نویسیم w3schools.com slash css ref انتهاش اینو بنویسید css ref مخفف css reference خب وارد این آدرس بشید اینجا توی قسمت سرچ هر کدوم از ویژگی هایی رو که میخواید اطلاعات دقیق و جامعی در موردش به دست بیارین رو کافی اینجا سرچ کنید مثلا من همین وایت اسپیس رو کافیه بنویسم به محض اینکه WHI می نویسم خودش داره پیشنهاد میده میگه ویژگی وایت اسپیس رو میخوای کلیک میکنم روش و وارد این صفحه میشم چندین مثال گفته مقادیر مختلفش رو اومده بررسی کرده واسمون و گفته دیفالت ولیوش یعنی مقدار پیشورزش نرمال هست اینهریتدش رو نوشته یس yes, یعنی قابلیت ارسبری داره که توی جلسات قبلی در مورد ارسبری واسطون توضیح دادم گفته انیم تیبل نیست و ورژنش توی CSS یک معرفی شده ساختارش سینتکسش توی جاوا اسکریپت به چه صورت هست بعد اومده گفته براوزر ساپورتش چطوریه توی کدوم مرورگرها پشتیبانی میشه و خلاصه مقادیر مختلفش رو هم اینجا واسمون گفته بیاد اینجا روی این پلی ایت کلیک کنید خب اگر روی این کلیک کنیم خب الان یه متن رو واسمون در نظر گرفته که توضیح داده که اگر روی مقدار نرمال باشه به این صورت اگه بذاریمش روی رپ no میبینید که اینجا یک اسکرولی واسمون ایجاد شد و حالا بقیه مقادیرش پری پری لین پری رپ و اینیشیال که حالا در مورد اینیشیال واسهتون بعدا توضیح میدم این مقادی رو یعنی پری پری لاین پری رپ رو هم خودتون بیاید بررسی کنید و اگر دوست داشتین در موردش بیشتر مطالعه کنید اما اون ویژگی که لازم بود بدونید همین مقدار نورب بود که بیشتر واسه همون مهم بود و مقدار نرمال که مقدار پیشفرزش هست هر کدوم از ویژگی ها و پراپرتی هایی که من بهتون میگم رو میتونید بیاید اینجوری که بهتون گفتم یعنی وارد آدرس www.goos.com slash css بشید اینجا کافی هست تایپش کنید مثلا بنویسید line height خب line height و وارد صفحه میشید که با جزئیات خیلی زیاد اون ویژگی رو بررسی کرده مقدار پیش چیه قابلیت ارسوری داره نداره توی کدوم مرورگرها ساپورت میشه و مقادیر ممکنش رو اومده واسه اون اینجا نوشته البته در مورد یه سری از ویژگی ها مثل لاین هایت حتی اگر شما بیانید توی این صفحه دبلیو تیر هم که با جزئیات توضیحش داده بازم دقیقا متوجه نمیشین که تفاوت درصد چیه اگه یک عدد بدون واحد بدیم چی میشه اگه عدد با پیکسل بدیم یا بقیه واحدها واحد ها چی میشه اینا رو حتی توی وبسایت W3 Schools هم که جامعه ترین و کامل ترین مرجع هست واسه HTML هم ممکن هست کامل نتونید یاد بگیرید و درکش کنید چون یه جورایی بحث تجربی هست و باید خودتون آزمون و خطا کرده باشین تجربی یادش گرفته باشین یا زیاد در مورد اون ویژگی توی منابع مختلف مطالعه کرده باشین اما نگران نباشید و من کاملا واسه توضیح میدم تفاوتشون رو ولی واسه یه تمرین و واسه اینکه بهتر قدر این دوره رو بدونید خودتون بیاد مثلا در مورد لاین هایت اینجا مقادیر مختلف رو با هم دیگه بررسی کنید ببینید دقیقا میتونید صد درصد بهش تسلط پیدا کنید یا نه که وقتی من توضیح میدم تفاوتشون چی هست بیشتر قدر این دوره رو بدونید و مطمئن بشید چیزهایی که توی این دوره گفته میشه حتی توی وبسایت دبلیو 3 اسکولز هم که اینقدر جامع و کامل هست ممکن هست وجود نداشته باشه خیلی ممنونم که زمان ارزشمندتون رو در اختیارم قرار دادی توی جلسه های بعدی میریم بقیه مقادیری که واسه یه تکس ها موجود هست رو با همدیگه بررسی میکنیم مراقب خودتون باشید خدا نگهدار